آقای رئیس، عالی جنابان من به نمایندگی از سوی ملت بزرگی سخن می گویم که امروز در غم از دست دادن هزاران زائر مسلمان و صدها نفر از هموطنان خود به سوگ نشسته است. سالمندان، جوانان، زنان و مردانی که برای انجام مناسک مذهبی در گرده همایی عظیم معنوی و جهانی حج شرکت کرده بودند ولی متاسفانه قربانی بیکفایتی و سوء مدیریت مجریان شده و حتی به دلیل عدم پاسخگویی مسئولان از شناسایی مفقودین و بازگرداندن سریع پیکر قربانیان به خانواده های ازادارشان دریغ شده است افکار عمومی خواستار آن است که مسئولان دولت عربستان سعودی بیدرنگ به مسئولیت بین المللی خود در تامین دسترسی کنسولی فوری برای شناسایی سریع و بازگرداندن بدون تأخیر اجساد متحر عمل نمایند و اینک با افتخار می توانم اعلام کنم که امروز فصل جدیدی در روابط ایران با جهان آغاز شده است ما تصمیم گرفته بودیم با حفظ اصول خود فضایی تازه را رقم بزنیم و این کار را کردیم اونجا که لازم بود جلو رفتیم و اونجا که لازم بود شهامت انعطاف را داشتیم و در همه جا از ظرفیت حقوق بین الملل استفاده کردیم آقای رئیس توافق هستی که نمونه درخشانی از پیروزی بر جنگ بود توانست تا سایه تخاصم و حتی جنگی دیگر و تنشی دامندار را از سر خاور میانه دور کند می تواند و باید سراغاز دوره جدید و موجب نتایجی مثبت برای صلح و ثباتی پایدار در منطقه نیز باشد می توانیم از این فرصت برای توجه به آینده و اجتناب از تمرکز بر گذشته استفاده کنیم و روابط خود را با کشورهای منطقه به ویژه همسایگانمان بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک و جمعی سازی کنیم متاسفانه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به یکی از متلاطمترین مناطق جهان تبدیل شده است تداوم و تشدید چنین وضعی می تواند موجب سرایت تشنج به دیگر مناطق جهان شود ما پیشنهاد می کنیم که مبارزه با تروریزم به یک سند و قاعده الزام آور بین المللی بدل شود و هیچ دولتی حق نداشته باشد از تروریزم به عنوان یک روش مداخله جویانه در امور ملت ها حمایت کند ما همون گونه که در عراق و افغانستان به استقرار دموکراسی کمک کردیم آماده کمک به دموکراسی در سوریه و نیز یمن هستیم ما از تداوم قدرت با رأی ملت و نه اسلحه حمایت می کنیم ما از حکومت اکثریت با حفظ حقوق اقلیت دفاع می نماییم ما گذشته را فراموش نمی کنیم اما نمیخواهیم در گذشته بمانیم ما جنگ و تحریم را از یاد نمیبریم اما به صلح و توسعه فکر می کنیم ما در برنامه جامعه اقدام مشترک تنها در پی دستیابی به یک توافق هستی نبودیم ما می حرکتی تازه و سازنده برای بازآفرینی نظم جهانی پیشنهاد کنیم نظمی بر اساس احترام متقابل عدم دخالت در امور داخلی دیگران همکاری مستمر و همزیستی دائم میان اعضای ملل متحد برای آنکه آینده صلحآمیز بسازیم باید از گذشته های تلخ عبرت بیاموزیم خوشبختم که اینک میتوان با پیوند تجربه برجام و آراء گرانسنگ حامیان ویو طرح مناسبی برای حل مشکل منطقه خاور میانه خورد شده در زیر پنجه های قصاوت و شقاوت تدوین نمود من برای مقابله با جهل دیکتاتوری فقر فساد تروریسم خشونت و مقابله با اثرات سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی و امنیتی آن جهان و بویژه کشورهای منطقه را به تدوین یک برنامه جامع اقدام مشترک برای این مبارزه و ایجاد جبهه متحد مبارزه با افراد گرایی و خشونت دعوت می نمایم. فراموش نکنیم که ریشه های جنگ و ویرانی و ترور امروز در اشغالگری و تجاوز و مداخلات نظامی دیروز نهفته است اگر تجاوز نظامی آمریکا به افغانستان و عراق نبود و اگر حمایت بی حساب آمریکا از اقدامات ضد انسانی رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین نبود امروز تروریست ها بهانهای برای توجیه جنایات خود نمییافتند رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در پی سخنرانی خود در نشست همگانی سازمان ملل متحد که بخش های مهمی از آن به موضوع سوریه اختصاص داشت دیدار و گفتگویی در مورد آن کشور نیز انجام دادند گزارش ها حاکی که نقش بشار در آینده سوریه در مرکز اختلافات سران قرار دارد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر لزوم حضور گروه های داخلی سوریه در نبرد علیه افراطیون در آن کشور تأکید کرده است او در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت به نظر ما خودداری از همکاری با حکومت سوریه و نیروهای مسلح آن که دارند به شدت و رو در رو با تروریست می جنگن اشتباهی بزرگ است. رئیس جمهوری روسیه همچنین پیشنهاد تشکیل یک اعتلاف جهانی علیه دولت اسلامی را داد او این اعتلاف را چیزی شبیه اعتلاف متفقین علیه هیتلر در جنگ جهانی دوم توصیف و تأکید کرد که کشورهای اسلامی باید نقش اصلی را در این اعتلاف بر عهده بگیرند باراک اوباما هم در مقابل اسد را دیکتاتوری توصیف کرد که دهها هزار تن از مردم کشورش را کشته و گفت این دیگر یک مسئله داخلی نیست رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد باید یک دولت گذار تشکیل شود تا قدرت را از دست اسد گرفته و به یک رهبر جدید واگذار کند وی گفت کشورش حاضر است برای حل بحران سوریه با هر کشوری وارد گفتگو شود چه روسیه و چه ایران آقای اوباما گفت پس از این همه خونریزی و کشتار و آواره شدن مردم در سوریه نمیتوان انتظار داشت که به وضعیت گذشته بازگردیم و بشار اسد بر مسند قدرت بماند وی با اشاره به تاریخچه جنگ داخلی سوریه گفت این بشار بود که صدای اعتراض مردم خود را نشنید و باعث شد که کار سوریه به اینجا بکشد آقای اوباما تأکید کرد کشورش به حملات خود به گروه حکومت اسلامی ادامه خواهد داد تا روزی که این گروه محو شود پس از سخنرانی رؤسای جمهوری در نشست همگانی پوتین و اوباما نزدیک به یک ساعت و نیم دیدار کردند دیداری که به گزارش خبرگزاری فرانسه رئیس جمهوری روسیه آن را واضح و سازنده و یک مقام ارشد دولت آمریکا شبیه ها بر سر مسائل تجاری توصیف کرده است پوتین در پایان این دیدار گفتگوی خود با اوباما را بسیار قابل توجه رسمی و به طرز عجیبی باز توصیف کرده ولی در این حال گفته ما نقاط مشترک فراوانی پیدا کردیم اما همچنان موارد اختلاف زیادی هم وجود دارد رهبران دو کشور بر سر گذر سوریه از جنگ داخلی از طریق یک راه حل سیاسی و صلحآمیز توافق دارند اما مقام ارشد دولت آمریکا که نامش فاش نشده میگوید هر دو به طور بنیادین در مورد نقش اسد اختلاف دارند واشنگتن میگوید راه حلی با وجود بشار اسد برای سوریه وجود ندارد چرا که به گفته اوباما اسد کشتار مردم سوریه را در چهار سال پیش آغاز کرده است روسیه اما همچنان پابرجا در کنار مشتری بزرگ بازار سلاح خود بشار اسد ایستاده است یک سخنگوی کاخ سفید البته گفته است که ارسال تجهیزات جنگی از روسیه به سوریه الزاما مشکلی بر سر راه حل بحران سوریه نیست به شرطی که این تجهیزات علیه نیروهای دولت اسلامی استفاده شود و نه علیه مردم سوریه در میان کشورهای اروپایی همپیمان ایالات متحده دیدگاههایی کاملا یکسان وجود ندارد برخی از آنها طی هفتههای گذشته موضع خود را در برابر نقش اسد تعدیل کردند آنچه به شکلی موافقت آنها برای حضور اسد در یک دولت انتقالی توصیف می شود. اما فرانسه همچنان بر لزوم کنارگیری نهایی بشار اسد از قدرت پای می فشارد. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه میگوید روسیه و ایران از علاقه خود به کمک به یافتن راه حلی برای سوریه گفتند در نتیجه ما باید با این کشورها همکاری کنیم تا این موضوع برایشان روشن شود که راه حل با حضور اسد ممکن نیست فرانسه در کنار اعتلافی به رهبری ایالات متحده در نبردها علیه افراتیون در سوریه حضور دارد و نخستین حمله هوایی خود را نیز در آن کشور انجام داده است از سوی دیگر روسیه در حال افزایش حضور نظامی خود در سوریه است و انتظار می رود که آن نیز حملاتی را انجام دهد هرچند مقام های آمریکایی میگویند برای آنها هنوز روشن نیست نیت اصلی مسکو از استقرار تجهیزات نیرو و ادوات در سوریه چیست سعید اوهدی رئیس سازمان حج و زیارت آخرین آمار کشته شدگان ایرانی فاجعه منا را تا کنون 227 زائر اعلام کرد و گفت 27 زائر نیز مجروح و 247 تن همچنان مفقود هستند. آقای اوهدی گفت مجروحان در بیمارستان‌های ایرانی و سعودی شهر مکه تحت درمان قرار دارند. رئیس سازمان حج و زیارت گفت همچنین با توجه به هماهنگی‌های های به عمل آمده طی این مدت تعدادی از مفقودان شناسایی شدند و سلامت کامل برخوردار هستند و به کاروان خود بازگشتند که اسامی آنها جزو تعداد اعلام شده نیست. به گزارش ایرنا سید حسن هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران بامداد سه شنبه هفت مهر وارد مکه شد و برنامه های سفر خود را برای پیگیری آخرین وضعیت مجروحان مفقودان و زائران آسیب دیده فاجعه منا آغاز کرد وزیر بهداشت را در این سفر امیر محسن زیایی رئیس جمعیت هلال احمر حسن قشقاوی معاون کنسولی و امور مجلس وزیر امور خارجه و محسن اسدی مشاور وزیر بهداشت در امور بین الملل همراهی می کنند. ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت گفت قرار است وزیر بهداشت در این سفر با برخی مقامات عربستان برای رسیدگی به وضعیت زائران ایرانی آسیب دیده در فاجعه منا و به ویژه روشن شدن وضعیت زائران مفقود شده دیدار و گفتگو کند. همزمان اختلاف بر سر وضعیت قزنفر رکنابادی سفیر ایران در لبنان که در میان مفقودین حادثه مناست بین رسانه های ایران و عربستان بالا گرفته است. مرزیه افخم سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه شش مهر خبر برخی رسانه ها را مبنی بر اینکه آقای قزنفر رکنابادی دیپلمات ایرانی با نام دیگری و از راه غیررسمی وارد عربستان شده است شتاب زده خواند و گفت ایشان با گذرنامه عادی خود آزم سفر حج شدند و اطلاعات دقیق گذرنامه مربوط به همه حجاج و از جمله وی در اختیار مراجع رسمی دولت سعودی می باشد و از این رو هیچ گونه شاعبه ای در خصوص اطلاعات و جزئیات مربوطه و نحوه ورود وی به کشور عربستان وجود ندارد. سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفته است پاسپورت عادی آقای قزنفر اصل رکنابادی همکار ما در وزارت امور خارجه ممهور به مهر روادید حج است و طبق اطلاعات واصله در شرایط کنونی به دلیل لزوم ارائه مدارک هویتی همه مفقودان سوابق ایشان نیست که در فهرست اسامی مفقودان واقعی منامی باشند در اختیار مقامات سعودی قرار گرفته و خبرسازی های موجود در خصوص این موضوع نادرست و ناشی از از و اهداف دیگر است. شامگاه شنبه چهار مهر برخی از رسانه های ایرانی از جمله اصر ایران و نام نیوز به نقل از یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه ایرانی خبر دادند که آقای رکنابادی در یکی از بیمارستان ها بستری و حال عمومی وینیز خوب است. اما ساعتی بعد سایت لبنانی الحدث نیوز به نقل از یک منبع نزدیک به سفارت ایران در بیروت گزارش داد تمام داستانهای منتشره درباره ماجرای سفیر سابق ایران آقای رکنابادی با حقیقت هیچ ارتباطی ندارد نه جنازه او پیدا شده و نه در سعودی برای درمان حضور دارد و وضعیت سرنوشت دیپلمات بلندپایه ایرانی همچنان مبهم است پیش از این مرتزا رکنابادی برادر قزنفر رکنابادی در گفتگو با واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی ایران گفته بود که از پنج شنبه تا کنون در جستجوی برادرش قزنفر هستند و از زمان حادثه به هیچ کدام از تماسهای تلفنی پاسخ نداده است. ساعتی پس از حادثه ی منا که صبح پنج شنبه روی داد برخی رسانه‌ها از جمله روزنامه ی لبنانی الدیار خبر مرگ سفیر پیشین ایران در لبنان را در این حادثه اعلام کرده بودند خبری که بعد تکذیب شد قزنفر رکنابادی از سال 2010 تا آوریل 2014 سفیر ایران در لبنان بود. او فارغ و تحصیل دوره دکترای علوم سیاسی از دانشگاه بیروت است. سایت العربیه نوشته آقای رکنابادی ارتباط نزدیکی با گروه های حمایت شده از سوی ایران در منطقه به ویژه الله لبنان دارد. سازمان پیمان اطلنطیک شمالی ناتو اعلام کرده که حملات هوایی خود را علیه مواضع گروه طالبان در شهر قندوز در شمال افغانستان آغاز کرده است. خبرگزاری رویترز از قول برایان تریبوس سخنگوی اطلاف به رهبری ناتو در افغانستان گزارش کرده که این حملات روز سهشنبه هفتم مهر از ساعت نه صبح به وقت محلی آغاز شده است هنوز مشخص نیست که چه تعداد از افراد نیروهای تحت فرمان ناتو در افغانستان در این عملیات شرکت دارند روز دوشنبه ششم مهر مقام های دولت افغانستان تایید کردند که شهر استراتژیک قندوز در مرکز افغانستان به تصرف طالبان درآمده است ناتو سال گذشته به مأموریت رزمی خود در افغانستان رسما پایان داد اما حضور نظامی خود را در این کشور حفظ کرد معموریت نیروهای باقیمانده ناتو در افغانستان عمدتا شامل کمک آموزشی و فنی به نیروهای مسلح افغانستان است بیشتر مقامهای وزارت دفاع و وزارت کشور افغانستان از آغاز عملیات نظامی گسترده علیه طالبان با هدف بیرون راندن افراد این گروه از شهر قندوز خبر داده بودند صدیق صدیقی سخنگوی وزارت کشور گفته بود که طالبان از بخشی از شهر قندوز بیرون رانده شده و وزارت دفاع با انتشار اعلامیه‌ای گفته که مقر فرماندهی پلیس و زندان شهر قندوز به دست نیروهای دولتی افتاده است سرور حسینی سخنگوی پلیس قندوز گفت با رسیدن نیروهای تازه نفس به شهر قندوز عملیات از سه طرف جنوب جنوب شرق و جنوب غرب شهر و نزدیک فرودگاه قندوز علیه طالبان آغاز شده است آقای حسینی گفت افراد مسلح طالبان پس از ورود به شهر قندوز ساختمان دفتر سازمان ملل بخشی از مقر فرماندهی پلیس دادگاه دادستانی اداره برق و شماری از پاسگاه های امنیتی در حومی شهر را به آتش کشیدند پیشتر گزارش شده بود که طالبان ساختمان رادیو و تلویزیون خصوصی روشنی را هم به آتش کشیدند شاهدان عینی گفتند اموال اسناد و امکانات دفاتر دولتی در قندوز به قارت رفته است وزارت دفاع در اعلامیه خود گفته طالبان به قارت فروشگاه ها بانک های خصوصی و تلافروشی ها دست داده و شماری از پزشکان بیمارستان اصلی شهر را کشتند منابع مستقل اما این خبر را تایید نکردند روز دوشنبه ششم میر برخی از نهادهای مدافع خبرنگاران در کابل نسبت به امنیت جان خبرنگاران مستقر در قندوز ابراز نگرانی کردند و از دولت خواستند که برای حفاظت از آنها تلاش بیشتری به خرج دهد مولا اختر منصور رهبر گروه طالبان با انتشار اعلامیه‌ای به مناسبت تصرف این شهر به دست طرفدارانش از آنها خواسته که توجه خود را بر حفاظت از افراد غیرنظامی و دارایی آنها متمرکز کنند ملا اختر به ساکنان شهر قندوز اطمینان داده که نیروهای تحت فرمان او نیتی برای تعرض به دارایی شخصی مردم قتل بدون محاکمه قارت و نقض حریم شخصی مردم ندارند رهبر گروه طالبان از ساکنان قندوز بازرگانان کارکنان شهرداری بیمارستانها و مدارس خواسته که به زندگی و کار روزمره خود مشغول باشند و نسبت به امنیت جان و مال خود نگران نباشند با این حال خبرنگاران در قندوز میگویند که وضعیت این شهر به سرعت در حال تغییر است و پیش بینی وضعیت در این شهر دشوار است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در پاسخ به انتقادهای تندروها و درباره حضور رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل گفت بیان مواضع کشورمان نسبت به فاجعه منا در صحن مجمع عمومی سازمان ملل بسیار تأثیر گذارتر از انعکاس مواضع در کشورمان است آقای باقر نوبخت صبح سهشنبه هفت مهر در نشست خبری گفت رسانه های منتقد دولت میگویند که رئیس جمهور باید از سفر خود باز میگشت اما اگر این اتفاق میافتاد پیگیری فاجعه منا در مجمع عمومی سازمان ملل رایزنی با سایر کشورها و فشار به دولت عربستان اتفاق نمیافتاد آقای نوبخت گفت دولت عربستان حرفی برای گفتن ندارد به همین دلیل وزیر خارجه این کشور خود را مخفی می کند و با وزیر امور خارجه ما صحبت نمی کند. پس ما مجبوریم از سایر امکانات خود برای حل این مشکل استفاده کنیم. است سعود الفیصل وزیر خارجه درگذشته عربستان سال پیش از ظریف برای دیدار از ریاض و گفتگو دعوت کرده بود و با آنکه ظریف موافقت ضمنی خود را با این دعوت اعلام کرده بود سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مانع از این سفر شد و عدم موافقت عادل الجبر با تقاضای ملاقات ظریف در واقع هم پاسخی به نقض قول ظریف بود و هم نشانه ای از نارضایتی ریاض از تلاش های جمهوری اسلامی برای سیاسی کردن حادثه منا تلقی می شود. آقای نوبخت در بخش دیگری از سخنانش گفت رئیس جمهور و تیم همراه ایشان از همان لحظه وقوع این فاجعه پیگیر بودند و در این سفر برخی درخواست ملاقات را رد کردند تا زودتر به کشور بازگردند. اکنون نیز رئیس جمهور در راه تهران است. آقای نوبخت گفت ما باید نسبت به حادثه منصفانه عمل کنیم و از هر فرصتی برای فشار سیاسی به دولت استفاده نکنیم. امروز رئیس جمهور به کشور باز می گردد و ما هم همه حقوق مردم خود را پیگیری کرده و از آن کوتاه نمی آیم. سخنگوی دولت گفت این فاجعه در هر کشوری اتفاق می افتاد بسیار غمانگیز بود اما نکته ای که این مسئله را تشدید می کند نوع اکسل دولت عربستان است. آنها باید مسئولیت خود را پذیرفته و پاسخگو باشند. حتی اگر این اتفاق عمدی نباشد آنها باید عذرخواهی کنند. آقای نوبخت یادآوری کرد تمرکز ما در انتقال هرچه سریعتر جانباختگان به کشور تعیین تکلیف مفقودان و انتقال حجاج و مجروحان به کشور است ما به همین منظور یک هیئت به مسئولیت وزیر فرهنگ تعیین کردیم که به عربستان برود ولی دولت سعودی با این اعزام موافقت نکرد و با تأخیر به وزیر بهداشت مجوز داد آقای نوبخت گفت در بیش از دو سالی که از عمر دولت می گذرد تا کنون ما در روز جمعه جلسه نداشتیم اما رئیس جمهور از معاون اول خود خواستند که سریعا هیئت وزیران تشکیل جلسه دهند. ما در روز جمعه جلسه هیئت دولت را برگزار کرده و ستادی را به مسئولیت وزیر کشور تشکیل دادیم و هیئتی هم برای اعزام به عربستان انتخاب کردیم. آقای جهانگیری مرتبا گزارش های اقدامات دولت را به آقای روحانی میدادند و رئیس جمهور و وزیر امور خارجه نیز در همه برنامه های خود انتظارات مردم را مطرح می کردند. سخنگوی دولت درباره دفن اجساد توسط دولت سعودی گفت آنها نمی توانند بدون اجازه و روال رسمی این کار را انجام دهند. البته برخی کشورها اجازه دفن اجساد خود را دادند ولی ما چنین اجازه ای ندادیم. این اجازه باید از طرف خانواده های زائران فوت شده باشد. اگر عربستان در مورد زائران ایرانی این کار را انجام دهد حتما مسئول است. آقای نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود درباره مراسم استقبال از حجاج فوت شده گفت همه اعضای هیئت دولت در فرودگاه حاضر شده و ما مراسم رسمی خواهیم داشت البته درباره نحوه تشییع پیکر حجاج برنامه های مختلفی مطرح شده اما ما باید هرچه سریعتر پیکر این حجاج را به خانواده آنها برسانیم و نباید هیچ فوت وقتی انجام شود برنامه ما این است که از همان فرودگاه اجساد توزیع شده و مراسم تشیع در استانها برگزار شود. خبرنگاران حاضر در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک میگویند محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا روز دوشنبه ششم مهرما در نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دست دادند شبکه خبری بلومبرگ با امداد هفتم مهرما گزارش داده است که این موضوع را یک مقام دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود تایید کرده است برخی دیگر از خبرنگاران حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل از جمله خبرنگار روزنامه اسرائیلی هارتس نیز گزارش مشابهی از دست دادن تاریخی آقای اوباما و ظریف منتشر کردند دست دادن باراک اوباما و محمد جواد ظریف در 36 سالی که در پی اشغال سفارت آمریکا در تهران رابطه دو کشور قطع بوده اقدامی بی سابقه تلقی می شود این اقدام گرچه ظاهرا برنامه ریزی نشده بوده ولی باز هم نشانه دیگری از کاهش تنش میان دو کشور در پی توافق هستهای وین تلقی می شود. روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا از زمان انقلاب اسلامی بهمن 57 قطع شده و مقام های ارشد دو کشور نیست تا زمان دور تازی مذاکرات اتمی دیداری در انظار عمومی نداشتند. دو سال پیش در جریان نشست همگانی سازمان ملل متحد گفتگوی تلفنی میان حسن روحانی و باراک اوباما رخ داد که آن نیز در زمان خود تاریخی به شمار میرفت این گفتگو در آغاز مراحل اولیه مذاکرات تازی اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی انجام شده بود مذاکراتی که در نهایت به توافق 23 تیر ما در وین انجامید در اولین واکنش محافظ کاران در ایران به دست دادن اوباما و ظریف منصور حقیقتپور نماینده مردم اردبیل و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که این خبر تایید نشود چرا که در صورتی که آقای ظریف چنین کاری کرده باشد قطعا خطوط قرمز نظام را نادیده گرفته است آقای حقیقت پور که با خبرگزاری نسیم وابسته به سپاه پاسداران گفتگو کرده علت خشم از اقدام ظریف را این گونه توجیه کرده است شرایط برای دست دادن با رئیس جمهوری آمریکا فراهم نیست و آمریکایی ها هنوز به حقوق ملت ایران احترام نمیگذارند تا وقتی آمریکا از تروریست ها حمایت میکند و به حقوق مردم ما احترام نمیگذارد نماید از دست دادن با مقامات آمریکا سخن گفت. در دو دهه گذشته نوع تعامل و رفتار مقام های ارشد ایرانی با مقام های آمریکایی همباره برای محافظه کاران ایران حساسیت برانگیز بوده و خشم آنها را برانگیخته است از نظر بسیاری از کارشناسان نگرانی محافظ کاران این است که آب شدن یخها در رفتار مقام های دو کشور فشار بیشتری را برای حرکت در جهت بهبود رابطه با آمریکا ایجاد کند و شعار و شاخصه استکبار ستیزی و آمریکا ستیزی آنها را کمرنگتر و بیمعنی تر کند. شعاری که به پرچم آنها در دفاع از منافع اقتصادی و سیاسیشان و نیز به حربه ای برای مقابله با مخالفان بدل شده است به نظر می رسد محافظ کاران تندرو دیدار ظریف و اوباما را به حربه ای تازه در مناقشات سیاسی و تهاجم تبلیغاتی علیه دولت بدل کنند در تحولی دیگر وزیران امور خارجی ایران ایالات متحده روسیه بریتانیا چین فرانسه و آلمان در نیویورک همراه با فدریکا موگرینی مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشستی برای بررسی و هماهنگی نحوه اجرای برنامه جامع اقدام مشترک برجام شرکت کردند خانم موگرینی در پی دیدار انجام شده به خبرنگاران گفته است طرفها در مورد سوریه نیز با ایران گفتگو کردند قرار است نخستین کمیسیون مشترک ایران و شش قدرت جهانی در سطح معاونان وزارت خارجه نیز دیداری در نیویورک داشته باشند هنوز زمان این دیدار مشخص نشده است خانم موگرینی همچنین گفته است اتحادیه اروپا پیش از اقدامهای بعدی منتظر اعلام نظر مجلس ایران درباره توافق خواهد ماند وی خبر داده به محض اینکه توافق هسته ای به مرحله اجرایی برسد یک کارگروه مشترک با هدف نظارت بر اجرای تعهدات شکل خواهد گرفت خانم موگرینی گفته اطمینان دارد مانعی بزرگ بر سر اجرای توافق هسته ای وجود نخواهد داشت مطابق توافق هسته ای آژانس بین المللی انرژی اتمی باید تا 24 آذر ماه ارزیابی نهایی خود از برنامه های حسدی ایران را منتشر کند و پس از آن مفاد توافق اجرایی خواهد شد.